این برنامه از طرف فامید نوکی است. آشنا زیوانیه برای شما تقدیم میگردد. خداوند بخشنده مهربان، سلام تقدیم تمام شما عزیزای دل. خوشحال هستم که امشب هم در خدمت شما هستم. آرزو دارم که راه نجاتی نداشته باشین زمان که غرق خوشبختی هستین. برنامه خودتان آغاز شد، تا آخرین دقایق با ما همراه باشین. میخوایم که امشب هم براتون یکی از بهترین ها را تقدیم کنم، به شرطی که شما عزیزای دل مثل که هر هفته برنامه هفت گنج را تعقیب میکنین، امشب هم برنامه ما را تا آخرین دقایقش تعقیب کنیم. انسان‌های موفق انسان‌هایی نیستند که اونا پیروز شوند، بلکه انسان‌های موفق انسان‌هایی هستند که زمانی که به بازن هیچگاهی تسلیم نشن. پس هرگاهی که فکر کردین در بعضی از مشکلات زندگی آنقدر درگیر هستین، اوج اگر می‌خواین که ویژگی یک فرد موفق را داشته باشین، همون لحظه فقط توکلتان را به خداوند مهربان کنین و به این باور داشته باشین که زندگی فقط با امید باری میشه پیش ببریم. این مشکلات هر سفری میشه. 0782-20-25-00 پل ارتباطی میان ما و شما هست. اینجا بیاین استعداد خودتان را به نمایش بگذارین. مثل همیشه هفت گنج برنامه ایست بخاطر رشد و بخاطر پیشرفت شما عزیزای دل. اشراک کننده ما کاملا آماده هستن، ما هم آماده هستیم. پس به افتخار اشراک کننده های عزیز ما یک کف محکم. تشکر از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفت گنج را تمویل کردند. آشنا موبایل قابل دسترس در 34 ولایت افغانستان با خدمات پس از فروش و دارای یک سال وارنتی می باشد. آشنای شما دوست شما. کیفیت خوب را حتما با موبایل آشنا شما می توانید تجربه کنید. اشراک کننده ما تشریف آوردند. شما هر دو را خوش آمدید بگم، می توانید خودتان را معرفی کنید. بفرمایید. من نام یاد خدا محمد بشیر رحیمی هستم، یک تن از اشتراک کننده های برنامه. تحصیلاتت؟ فارغ سنف 12 از یکی از مکاتب شهر. تازه فارغ شدی پارسال؟ نه خیر. سال پار. پرال. پرال سال. چطور که تصمیم نگرفتی که ادامه بدی درسای تو؟ خب موقعش مساعد نشد. کنکور امتحان دادی؟ بله. به نتیجه بود؟ بله. آها درست است. انتخابت چی بود؟ انتخاب اولت؟ انتخاب حقوق. حقوق بود؟ درست است. ولی کوشش کن که به درست ادامه بدی، چرا که اگر میخوای شخصیت خیلی خوبی در جامعه داشته باشی و همیشه موفق سربلند باشی، حتما باید درسات رو بخونی. بله. وعده هست؟ وعده است. درست است. خودت برادر عزیز خودت معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، حبیب‌الله هستم. نقشبندی تخلص میکنم. فارغ 12 هستم. پارسال فارغ شدیم. از یکی از مکاتب شهر کابل. و خودت هم حتما دیگه تصمیم نداری که ادامه بدی؟ تصمیم فعلا نه خیر. امتحان کنکور را پارسال شما دادی؟ نه خیر. چرا؟ دیگه از در آمادگی نداشتم به دلیل مشکلات که داشتم. چی وقت آمادگیشم میگیری؟ تصمیم داری که امسال تصمیم دارم. انتخاب اول چی میتونه باشه؟ تب. تب؟ بله. چندم نمره از مکتب فارغ شدی؟ سوم. سوم نمره خوب است. پس ان شاء الله که آمادگی داشته باشی و برای رشته دلخواهت کامیاب سربلند باشی و خودت هم بر ما وعده بده که حتما به درس ادامه میدی. وعده میدم. چه نسبتی با هم دیگر داری؟ دوست هستیم. دوستا؟ چند سال است این دوستیتان؟ چند سال است؟ شاید 10-12 سال. به به، روانشناسا میگن دوستی که بعد از 7 سال گذشت دیگه او به هیچ وجه یعنی جدا نمیشن و دوستا و اونا بهترین دوستا هستن. ان شاء الله که همیشه دوستیتون جاودان باشه. خوب است که یک معلومات بهتون در رابطه با هفت گنج. طبق معمول میفهمین شما بیننده های عزیز که برنامه هفت گنج هفت سوال داره. سوال ها مختلف هست و ما 30 میله داریم که این میله هایی هم که شما در مقابل ما میبینین به دو دسته تقسیم شده که 12 میله بدون پول داریم و 18 میله با پول داریم. بزرگترین جایزه ما چند است؟ یک میلیون افغانی. بزرگترین جایزه ما هست که 1 میلیون افغانی تقسیم شده از 1 افغانی تا به 1 میلیون افغانی. سوال از شما پرسیدم ایشه که اگر هیچ نمیدانستین گزینه کمکی هست، اگر شک داشتین از میله ها کمک میگیرین. هست به میله سبز یا بدون پول
حذف گزینه نادرست. طبق معمول باز هم از همکارم خواهش میکنم پاکت خط شفافیت برنامه هفت گنج که در اومد نظر گرفته شده بر من بیارن تا شما دو جوان با استعداد خاطرتان جمع باشه. درسته؟ تمام مشخصات میله ها و پول ها در این پاکت خط هست. شما هم بیننده عزیز ببینین که ما کاملا شفافیت این برنامه را مد نظر گرفتیم. بریم به سراغ اولین سوال؟ بریم. بله. آماده هستی؟ آماده. اولین سوال را میبینیم. قلب انسان دارای چند جوف است؟ الف 6 جوف، ب 2 جوف، جیم 4 جوف و دال 8 جوف. سوال از مضمون بیولوژی. آشنایی دارین با جوابش؟ بله بله. فهمیدین کدام است؟ آشنایی داریم، بازم از میله ها کمک میگیریم. بله. پس کدام تا میریم به سراغ میله ها؟ میریم. سوال خیلی 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 زیاد ساده هست و خود حبیب جان میره به سراغ میله ها. انتخاب کو؟ مسیح جان خودت نظر نمیتی؟ میله شماره 6 انتخاب. حبیب جان خودت هم دوست داری به خط طب بخوانی که این سوال هم میتونم بگویم مربوط امور اشتر میشه نه؟ باید معلومات داشته باشی در رابطه. اولین نو هستک. شش این طرف هست حبیب جان. نو یا شش؟ شش. میله شماره 6 را انتخاب کردن. با تماس دستای خودت حبیب معلوم میشه که پول داره یا پول نداره. میبینی با هم $1000. پول خوب است دیگه نه؟ پول کم است. تشویق کنه. انتخاب بعدی طبیب؟ انتخاب بعدی من خودم انتخاب میکنم. انتخاب که خودت؟ شماره 5. شماره 5 انتخاب خودش است. میبینیم که 5 چی است؟ پول داره یا پول نداره؟ چانس خوب همین. ببینیم. بله. سیاست بود دیگه. شما میله وقتی خودم انتخاب میکنم هم تو خالی بود. خوب بود انتخابش. انتخاب کو؟ دال 8 جواب اشتباه هست. دور شد. میله بعدی بس هست انتخاب کنیم اکی بزن. اگر جواب را پیدا کردین میتونین بیاین پاسخ بگوین. بس هست. بس هست دیگه. کدام گزینه درست هست به نظرتان؟ گزینه جیم 4 جواب. بله جیم درست هست یا هدف درست هست؟ گزینه جیم درست. جیم درست است؟ مطمئن هستی؟ بله مطمئن هستم. اگر نمیفهمین میتونین از گزینه کمک شما کمک بگیرین. من جیم انتخاب میکنم. نشه که اولین سوال هست بشوی. به خدا مهربان است مثلا. بدون شک خدا توکل به خدا. جیم؟ بله. مطمئن؟ بله بله 100%. میگن که 100% 4 جو یعنی جیم درست است. میبینیم؟ چهار جواب می باشه. میتونی 4 جواب برای نام بگیری؟ دو دهلیز دو بتن. بله دو دهلیز دو بتن. یکی از سوالای امتحان کانکور بود که من خودم زمانی که امتحان کانکور را سپری کردم یکی از سوالا ای بود. شما هم در ذهنتان داشته باشین که گزینه درست 4 جواب است. هیچ گاهی از یاد نبره. تبریک میگم براتون. خیلی خوب پاسخ گفتین. خب گفتین دوستایی هستین که تقریبا 10 سال 12 سال بله، شدنی. بله. چطور یعنی یک رابطه فرق نمیکنه که دختر با دختر دوست باشه یا یکی یک دختر با پسر مثلا روابط خواهری و برادران داشته باشه یا مثلا همسنفی ها هر کسی که بخواین دوست واقعی باشن چطور میتونه این دوستیشان مثل شما 10 ساله و 12 ساله شود؟ من فکر میکنم با گذشت در مقابل یک دیگه میتونن موفق شون. دقیقاً. و خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنم دوستی شاید باعث صداقت چقدر رول میتونه داشته باشه؟ صداقت 100%. 100%. پس عزیزایی که دوست دارین همیشه شخص خیلی خوب موفق باشین. صداقت گذشت و بعضی ویژگی های خیلی خوبی را که شما بیشتر از من میفهمین همیشه هم حتما در زندگیتان داشته باشین. و از مضامین کدام مضامین را دوست دارین؟ من بیولوژی را دوست دارم. بیولوژی را دوست دارین؟ خودت؟ من ریاضی را. ریاضی را؟ بله. بله ریاضی واقعا شیرین است نه؟ بله. چون کسی که در عمق ریاضی بره کاملا آشنایی داشته باشه مثل یک گیم است. موافق هستی با حرف من؟ خودم ریاضی را دوست دارم. متاقه خودم دیگر. چطور بود در مکتب ریاضی؟ بله عزیز. نمره چند بود؟ خوب بودیم. چند میگرفتی مثلا سوال؟ اگر در چالی ما مثلا نبود امتحان های ما از 30 بالا میگرفتم. کدام سوال ریاضی را خیلی دوست داری؟ در یادت هست خاطری خوب داری ازش؟ از همین سوال های کسر بود. آها.
صنف چند بودیم؟ کسرول کسر صنف 8-7 هست بودیم 9 بودیم آها و درس ها ما را خوش بعد از او دیگر جمع و تفریق کسر را میاید پیشرفته تر که میشه صنف 10-11 که بریم لوگاریتم میاید خیلی سوال های جالب دیگر میاید واقعا ریاضی شیرین است و همیشه و همیشه باید دقت داشته باشیم در این مضمون در تمام مضمون ها ولی در این بیشتر سوال دوم؟ بله همان هستیم سوال دوم رسیدیم به سوال دوم ببینیم که بشیر و حبیب چگونه میتونن پاسخ بگن مثل سوال اول میتونن زود جوابش رو پیدا کنن یا نه سوال دوم چارلی چاپلین نابغه جهان در اصل از کجا میباشد الف انگلستان ب جرمنی جیم کانادا دال ایتالیا اگر نمیفهمین گزینه کمکی هست ما 1,000,000 از شما میگیریم از این سوال میگذریم میریم به سراغ سوال نخیر شک داریم سر یک دو گزینه شک که دارین یعنی میلا به سراغ میلا ها میریم کدام تا میریم برو خوب پس آرزو دارم که شما در انتخاب میلا هایتان مثل اشراق کننده های شب گذشته یا برنامه های قبلی خدای ناخواسته 1,000,000 از دست ندید خودتان انتخاب کنین یکی را بازده گشت خیرم بردم شماره یک انتخاب میشه شماره اول شماره یک انتخاب اولشان است میبینیم با هم 100,000 افغانی پول زیاد اما خدا کنه که 1,000,000 را شما چی؟ پیدا کنین یا نکنین؟ پیدا نکنه پیدا نکنه کدام میله؟ میله شماره هفت انتخاب کنیم میله شماره هفت با تماس و دستایت بشیر معلوم میشه که پول در یافت نداره چانس خوب برات 20,000 افغانی خوب است انتخاب بعدیت شماره 15 شماره 15 خدا کنه که میله خالی باشه تا حبیبی جا بیکار استارت نشه یک گزینه انتخاب کنه ببینیم یک میلیون افغانی گزینه کمکیتان شما از دست دادین من براتان گفتم حال دیگه گزینه کمکی ندارید حال دیگه باز مجبور هستیم با کمک میله ها خودتان جواب پیدا کنید گزینه کمکی یک شماره را انتخاب کنید جان شماره 19 شماره 19 شماره 19 چانس خوب برات میخوایم چیز دیگه گفتن همه جانم میبینیم بسیار ای کاش که 1,000,000 هم نمیرفت ببینیم از این گزینه یکش انتخاب کنید جیم کانادا اشتباه دور شد و سه گزینه دیگه مونده 1,000,000 دیگه کدام میله خودتان انتخاب کنید دیگه کدام شماره 26 شماره 26 انتخاب بعدیه اشتراک کننده های ما هستن عرضه موفقیت برتان دارم ببین 175,000 افغانی دقت داشته باشین اسید جان چانس خراب است حالا میتونی جایتون رو تغییر بتین همی که میگه بشیر چانس نداره خیلی خودت تغییر میتونیم بیا جای تو تغییر بده ببینیم که چانس خودت چگونه است درست است؟ بله کدام میله را انتخاب میکنی؟ شماره دور شماره دور انتخاب میکنه ببینیم چانس خود حبیب چگونه است و حبیب ببینیم صدف کنید بله بوله کم تبریک میگم به این چانس خودت کدام میله؟ دیگه از دینا کمک نمیگیریم میخوایم سوال جواب بدیم بله یا پس اگر اشتباه باشه هست میشین حبیب درست است باور داری؟ سر دو گزینه شک دارم دو گزینه کدام است؟ الف ب الف و ب یا انگلستان یا جرمنی؟ بله جدی؟ فکر کنم بله الف درست است انگلستان؟ بله مطمئن هستی؟ یک اینجا چارلی... مطمئن هستم چارلی چاپلین را میشناسه؟ میشناسه وقتی که جوابش را پیدا کردین خب جواب بگو این که کدام است باز من در مورد چارلی چاپلین هستان یک سوال لگاه فکر کنم الف هست الف درست است الف؟ الف را انتخاب مطمئن؟ بله انگلستان میگم درست است پینجا ببینیم درست است یا خیلی بله درست است
جان راحت شد که جواب درست است. حالا من میخوایم در مورد چارلی چاپلین سوال کنم. فیلم هایی را که بازی کرده چارلی چاپلین خب حتما تماشا کردین دیگه. بازیش را تماشا کردین. همش بعضی ها فکر میکنن که هدف اصلی چارلی چاپلین فقط مثلا خنداندن بیننده ها هست که مثلا ببینه، اما اگر زندگی نامه خود چارلی را ما مطالعه کنیم، بعضی گفتنی هایی که داره خودش هم گفته که هدف اصلیش در کنار از اینکه خنده کردن بیننده ها هست، یک هدف خیلی بزرگ دیگه هم داره. میتونید برام بگید اون هدف بزرگ دیگه چی میتونه باشه؟ او هدفش فکر میکنم که فیلم ها از این اکثرا که کومیدیان هستند برنامه بعضی قسمت های داره که آموزنده هم هست. دقیقا بله، یعنی هدف بزرگ دیگهش در کنار خنداندن بیننده ها ای است که برای همگی نشان میده که هر کسی که در زندگیش مشکلی داره فقط با این لبخند خودش میتونه اون مشکلات را از بین بره، چرا که اگر ما مثبت فکر کنیم اتفاقات خوب برای ما میفته. هر قدر که دنبال این مشکلات زندگی بریم، مشکلات ما دو برابر میشه. انشالله زندگیتان بدون مشکلات باشه. چطور بود سوالا؟ تا فعلا قناعت بخش است. قناعت بخش است؟ خوب میشه. اگر قناعت بخش نباشه باز چی؟ اگر قناعت بخش نباشه باز چطور بود پولا؟ پولا هست به پولا قناعت بخش بود؟ هست به پولا نبود. نبود؟ من بد شانس بودم. نه خدا نکنه که بد شانس باشین، همیشه خوش شانس باشین، همیشه همه تو موفق باشین. و فکر میکنم هم دیگه خود حبیب جان هم مصروف خواندن امی آمادگی های کنکور میباشینه. باز بیشتر تا جایی که من معلومات دارم سوالایی که در امتحان کنکور میایه از مضامین ساینسی بیشتر است، نه؟ از ساینسی بیشتر است، کیمیا بیشتر است، ساینسی، ریاضیات، ریاضیات، فیزیک، هندسه، مثلثات، کیمیا خیلی از تمامش هست دیگه. از تمامش هست. خب بیشترین رول اساسی که میتونه بازی کنه ریاضیات میباشه و خودت هم خوب هستی انشالله که در طب کامیاب شوی و از اون دکترای باشی که هم انصاف مد نظر بگیری هم چی؟ هم لایق باشی دیگه. یک نسخه که بتی تاثیر کنه. سوال سوم میبینیم با هم. تشکر میکنم از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفتگنج را تمویل کردن. آشنا موبایل قابل دسترسی در 34 ولایت افغانستان میباشد با خدمات پس از فروش و دارایی های و دارای یک سال ورنتی میباشد. آشنای شما دوست شما. شما بیننده های عزیز میتونید در جریان دیدن پیام های بازرگانی از تلویزیون جهانی خورشید بیننده باشین و میتونید که کردیت کارت ها را از شبکه های مختلف مخابراتی با دیدن پیام های بازرگانی شما ببینین و همزمان میتونید چانستان را در اونجا آزمایش کنین. انشاءالله که موفق باشین. پس حتما در کنار برنامه های تلویزیون خورشید پیام های بازرگانی را فراموش نکنین. بریم به سراغ سوال سوم. پروتئین از چی تشکیل شده؟ الف کربوهیدرات، ب لیپیدیت ها، ج امینو اسید ها و دال انزایم ها. اینا ایام بالاخره سوال از مضمون فکر کنم کیمیا هست، نه؟ چطور است؟ جوابش رو پیدا کرده؟ یا از میله ها کمک میگیریم؟ سراغ میله ها میریم. سراغ میله ها میریم. نمیری؟ نمیری؟ من بد چانس هستم. نگوین دیگه، من هم یاد گفتم که مثبت فکر کنین، گفای خوب خوب بگوین. در این برنامه من بد چانس شدم. خدا نکنه. بریم یک تا بسراغ میله ها. حبیب میره بسراغ میله ها. انتخاب اول در سوال سوم کدام میله هست؟ میله دهم. میله شماره ده. ده را میبینیم. میبینیم؟ ده خانیم. میله شماره ده ده. خب انتخاب بعدی تو؟ استیجان خودت نمیگی؟ میگه قسم خود که نمیگی. خیره بگه قسم نخوریم. کدام میله؟ شماره چهار. شماره چهارم انتخاب بشیر هست که حبیبش انتخاب میکنم. آها میله شماره چهارم را انتخاب کردی؟ بگذار دستایت را و ببینیم که پول داره یا پول نداره. میبینیم. 200,000 ما گفتم از من نپرس. خیره که من گفتم نیست. اینا خواستایل کنین این میله ها
کم از دیگه اعتماد به نفس یک بعض اشتراک کننده ما را زیر صفر ببرن. درست است. انتخاب بعدیتان؟ من خودم شماره 8 انتخاب میکنم. شماره 8 را میبینیم. انتخاب خود حبیب. چانس خوب. ببینیم. یک گزینه نادرسته شما از اینجا انتخاب کنیم. به لپیتیت ها اشتباه حذف شد. انتخاب بعدی میله؟ میگه انتخاب نمیکنیم میله. پیدا کردین جواب؟ بیا پس. بله بس. مطمئن هستی؟ انتخاب میکنیم یک. بسیار خوب. پس کدام گزینه؟ الف مانده، جیب مانده و دال مانده. جیم؟ چی فکر میکنیم؟ کدام گزینه درست است؟ اینجا فکر میکنم جیم است. جیم؟ یعنی امینیو هستید ها؟ بله. بله. مطمئن؟ بله، فکر کنم صنف 10 خوانده بوده میره. دقیقاً بله، در کیمیا صنف 10 هست. من هم در یادم مسک. اما جواب درست است یا خیر بندید شما؟ چند فیصد باور دارید؟ 60%. 60% نسبتاً خوب است. از سوال بله. گذشته 50% باور داشتید. ببینیم گرفتین امینو اسید ها؟ بله. میگن جیم درست است. ببینیم که آیا درست است یا خیر. سومین سوال هم بسیار خوب پاسخ گفتین. واقعا دیگه سوالا به دل شما هم است دیگه فکر میکنم. مضمون کیمیا هم مضمون سوالا به دل ما است. میلهانه میلهان به دل حبیب. چطور است میلهان؟ نه میلها به دل ما است. میلها به دل حبیب. سوالا به دل بشیر. بله درست گفتم نامتا. پس دیگه خیلی خوب میشه بیخی برنامه به دل ما و دل بیننده ها. خب در کنار از این که خب درس خواندین فعلا شما یعنی نمیتونم بگویم که یکیتان خب آمادگی میخوانین و یکیتان هم دیگه همونطور بیکار دیگه درس نمیخوانین دیگه چی مسئولیت دارین؟ فعلا هیچ مسئولیت نه. بیکار در خانه چی میکنی در خانه؟ در خانه یک دم خانه دان داره کار داریم. کار امر مادر جان کمک میکنی؟ نه خیر یکم گلکاری داریم در خانه. خب فعلا خب گلکاری داری همیشه خب گلکاری نداری. خب چون زمستان دیگه اومد دیگه کم کم هوا سرد شده فکر کنم چی میگن کاگل میکنی؟ نه خیر. چی خانه آباد میکنی؟ هست. ازدواج داری؟ نه خیر. ازدواج کردی؟ نه خیر نکردم. خانه هم تو آباد میکنی؟ خانه آباد میکنی. میماندار هستی؟ میماندار هستی. خانه هایتان خورده است؟ اتاق هایتان خورده است؟ میخواییم اتاق دیگه هم داشته باشیم؟ بله. خب خودت گلکاری میکنی؟ نه خیر. خیلی چی میکنی؟ بالاخره می مصرفیت چی؟ یک نفره که نباشه سر کارگر خدا میشنه. خب فهمیدم. فاند خودت از اون نفره است که سر کارگر بله. هستی. بله. دقت با دقت اینجا را جور کنین تو کنین نان بله میبری. بله. اما تو؟ کاملا. چرا جدی شدی؟ جدی نشده. خب گفتی دیگه حالی یک نفر بسرده. من خیلی ترسیدم دیگه من سوال ازت نمیم کنم. خب چی مصرفیت داری حبیب؟ من بجز از اینکه درس میخونم دیگه هم رای برادرم در دفتر هم باش کمک میکنم. کمک میکنی؟ ماش خود داری؟ بعد میگه که ماش دارم کمک نکنم. به ماش کمک نمیشه. خب بسیار خب دیگه حالا همه تو دست دیگه. به قدر بیادر کسا میتونم. قدر تو چقدر میفهم بیادرت؟ والا 100% میفهم. 100% میفهم. خب موفق باشین هر دویتان و میریم به سراغ سوال چهارم. انساج نباتی توسط یکی از دانشمندان زل توسط میکروسکوپ برای بار نخست مشاهده شد. الف شلایدن، ب تیو درشوان، جیم موهل و دال لنچ. انساج نباتی توسط یکی از دانشمندان زل توسط میکروسکوپ برای بار اول مشاهده شد. حالا این دانشمند کدام است از این چهار گزینه که هست؟ میتونین یکیش را بگوین. اگر شک دارین از میله ها کمک بگیرین. شک دارین میخواییم از میله ها کمک بفرمایین. بریم بس راک میله ها. میل خود کمان. نه خیر ما نمیریم. خیلی توفا کشیدین. حبیب میخوایی برای میله انتخاب کنه. دوباره بر آرزوی موفقیت. کدام؟ خودت انتخاب کن. میخوایی میله شما را کدام میله؟ میله شما را نوم را انتخاب کردن. میبینیم؟ بگذار دسته تا. دوستد و 50,000 افغانی بعد از 1,000,000 افغانی بزرگتری پول. انتخاب بعدی تا؟ انتخاب بعدی ما 21. 21. میله شماره 21 را میبینیم. خدا کنه که بدون پول باشه یا پولش کم باشه. بسیار عالی میله خالی. بشیر جان انتخاب که از این سه میزنی که در مقابلت هست. جیم اشتباه،
حرف شد. سه گزینه مانده. بازم میخواین میله انتخاب کنین؟ انتخاب کنین. انتخاب میکنین. کدام میله؟ میله شماره 17. میله شماره 17. برو به سراغ میله شماره 17 و ببینیم 17 چگونه هست. بگذار دستایت. بله. 5000 میله بعدی کدام میله هست؟ انتخاب کنیم یا بس هست؟ جواب پیدا کردین؟ بس نمی کنیم انتخاب پیدا بله. کردین جوابه؟ چقدر خوب، پس بیا در جای دیستات شو. بگوین کدام گزینه؟ گزینه الف ب. کدام الف ب؟ ما الف مانده، ب مانده و دال مانده. سر ب یک چل پیسد، الف یک اینجا پیسد. کدام؟ فکر کنم الف هست. دقیق باشین خود که خدای ناخواسته در سوال چهارم اسب نشین. سوال از مضمون بیولوژی هست. سوالی هست که الف مطمئن است در ذهن خیلی ها هست جوابش همیاله. دقیق باشین تا حذف نشین. اما اگر شک دارین بازم حق قضیه دارین میله انتخاب کنین. سه گزینه مانده. گزینه الف انتخاب میکنم. شلایدن؟ بله. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. حذف نشین در سوال چهارم. توکل به خدا. فکر کنین یک بار سوال بخونین، سه گزینه که مانده رو یک بار ببینین، باز با هم مشترک الف درست هست. پاسخ بگید. الف شلایدن 100%. 100%. پس ببینیم که درست هست. بسیار عالی. سلام درست. بله. شلایدن بود که برای بار نخست توسط میکروسکوپ توانست انساج نباتی را البته مشاهده کنه. سوال خیلی زیاد مهم است. شما عزیزای بیننده حتماً این سوال در ذهنتان داشته باشه. کسایی که امسال کپتان کانکور هم نزدیک است حتماً این سوال شاید بیایه یا نیایه، ولی خوب است بخاطر بلند بردن آگاهی خودتان به دردتان میخوره. سوال پنجم. 5 6 7 سه سوالتان مانده. میبینیم سوال پنجم. رسیدیم به سوال پنجم. چند بغیر از پنجم دو سوال دیگه مانده. خدا کنه که اشتراک کننده ما خوب پاسخ بگن. میبینیم منرال آهن و مگنیزیم دار پایکروکسین از کدام گروه منرال های زیل شمرده می شود؟ الف سلفات ها، ب کاربونات ها، جیم سیلیکات ها و دال هالایت ها. از مضمون کیمیا هست. از میله همتون این کمک بگیرید اگر نمی فهمید. اگر مثل سوال قبلی جوابش رو پیدا کردید خب پاسخ بگید. میخوایم از میله ها کمک بفرمایید. بازم خودت میری حبیب. بفرما حبیب. برو به سراغ میله ها و انتخاب میله هایت کدام است؟ میله شماره 20. میله شماره 20 را انتخاب کردن. ببینیم پول داره یا پول نداره. بسیار عالی. سه پول کمتان مانده. 500، 100 و 1 افغانیتان مانده. انتخاب بعدیتان؟ باشه جان خود انتخاب نمیگنی؟ نه خیر. حالا دیگه ضرور است دیگه هر دفعه پرسان کنی. متعرف شدی. میخوایم شماره 30 انتخاب کنم. میخوای شماره 30 را انتخاب کنه. 30 میله. یک لحظه. کدام میله؟ میله شماره 30 را گفتی؟ بله. 30 را انتخاب کردن. پس ببینیم آیا این میله پول داره یا نداره. نه. افتاد از آرم کنی. مساوی شد پولایتان. سه پول کم، سه پول زیاد. یعنی در مجموع 6 میله با پول داریم. انتخاب بعدیتان در میله ها کدام میله هست؟ شماره 3. شماره 3. حبیب جان بله. چانس خوب میبینیم. بسیار بله. میله بدون پول آل یک جواب نادرست دور میشه در صورت انتخاب این سه گزینه. الف اشتباه حذف شد. سلفات ها. انتخاب بعدیتان میله شماره 11. میله شماره 11 با تماس دستای حبیب معلوم میشه که پول داره پول نداره. میبینیم خالی هست میله.
بیا به جای دیستاد شو حبیب جان و خودت هم از این دو گزینه یکش انتخاب کو. بی کاربونات ها اشتباه. جیب مان با دال کدامش درست است؟ سیلیکات ها یا هالایت ها؟ دال. جیب یا دال؟ کدام؟ دال فکر میکنم دال. فکر میکنی دال درست است؟ هالایت ها؟ بله. انتخابش کنیم؟ دقیق؟ انتخابش میکنم. سوال پنجم هست و دال را هم انتخاب کردین هالایت ها. ببینید. متاسف هستم براتون. گزینه درست هست سیلیکات ها. ایرا میتونین خودتان هم مطالعه کنین و ایرا میتونین جستجو کنین که گزینه درست ما سیلیکات ها هست و شما هست شدین در سوال پنجم. خیلی متاسف هستم. اما ششمین سوال با عنوان آخرین سوال میگیریم و چانستا میخواییم ببینیم. درست است؟ درست. یا بریم تا هفتمی سوال. دو سوال مانده دیگه. شش و هفته میبینیم. درست است؟ سوال ششم من دیده باز. بله. میخواییم این بار استعداد شما را هم ببینیم. درست است؟ مثل همیشه همه تو با اشتراک کننده ما میخواییم یک گزی خیلی خوبی داشته باشیم. خب حبیب و بشیر تا سوال چهارم خوب آمدین. سوال چهارم را کمک اشتباه کردین و حذف شدین، اما به هر صورتش یکی تان سوم نمره هست بودین از مکتب فارغ شدین، یکی تان هم ششم نمره. باز در بین دخترها زمانی که در مکتب دستن یکی که اول نمره شد و دوم نمره و سوم نمره بسیار با مشکلات دیگه اونا مثلا کسی نمیتونه اول نمره کیش بگیره، دوم نمره کیش، سوم نمره کیش، چون خیلی دخترها با هم رقابت سرسخت و شدید دارن. آیا در بین بچه‌ها ماما تو راست دستن فاز شما که 12 ساله که خواندین؟ والا فکر کنم بچه‌ها بازی نخم نیستن. نیستن؟ به خاطر اگه یک سال اول نمره شون با بسات میگم برو باز اول نمره بشین درس نمیخونن. درس نمیخونن دیگه باز. قبول دارین که دختر از الله یک قصص بچه‌ها کده؟ 100% قبول دارین. واقعا؟ بله. خودت هم؟ من هیچ باور ندارم بگم. صادقانه جواب بده. جدای از اینکه بگی که حالا من چطور تعهدی دخترها میکنم. نخیر. دخترها لایق تر از قبول دارین؟ نداره. چرا؟ نیستن. هستن؟ بخاطر که نالا... از این که دختر خانم ها هم کار خانه را میکنن، هم میاین درس میخوانن. پسرها هم بکار بیستن در خانه دیگه. افر بیرون هم میکنن هم درس میخوانن. پسرها را دیدیم که فقط درس میخوانن. ما بعض دخترها را دیدیم که همیشه در خانه خواب هستن و خواب هستن. خب ولی خب اگه بیاین از استادا پرسان کنیم، چون ما مثلا در تمام برنامه ها در رسانه های مختلف دیدیم یا روز معلم نظریات استادا را که میبینیم این سوال حتما میکنن ازشان که دخترها لایق تر هستن یا پسرها. باز اکثریت معلمین میگن دخترها لایق هستن. حالا نمیفهمم که تا چی حد درست است یا نه. خب اصلا میگذریم، حالا نگوین که برشنا طرفداری دخترها را میکنن. هم دخترها لایق دارن هم تنبل، هم پسرها لایق دارن و هم تنبل. درست است؟ بله. پس سوال ششم رو میبینیم که حبیب باز جدی شد. خب سوال ششم رو به عنوان آخرین سوال میگیریم و اشتراک کننده ما کاملا آماده هستن و میخواییم ببینیم که چانسشان در این که آخرین سوال هست چگونه هستن. خوب است؟ آماده هستی؟ بله آماده است. حذف هم شدین. خب خیلی ناراحت شدم ولی خب خیر یک با چانس دارم. میبینیم درست است؟ بله. میبینیم سواله؟ سامانیان به کمک کدام خاندان به قدرت رسیدن؟ الف امویان، ب عباسیان، جیم شیبانیان و دال ساسانیان. تاریخ، مضمون تاریخ، مضمون دلچسب. کدام گزینه؟ دلچسب و بسیار مشکل. دلچسب و بسیار مشکل. از میله ها میتونین کمک بگیرین. برو بشی جا برو که خود سو میپاد. یا خیره بشی در می وقت آخر برو دیگه. خب کلاه دیگر هم های زیاده هم هست کنک. کدام میله را انتخاب میکنی بشی؟ میله 18. اما تو سرسری انتخاب هم داشتی دیگه نه؟ 18 هست. ببینیم 18 را. خدا اله کنم. هزار افغانی که انتخاب خودت بود میله 18. پولا باید برا تمام. میله بعدی کدام میله؟ 29. 29. 29 را انتخاب کردن. میبینیم؟ موسیقی
انتخاب کسی سه گزینه؟ الف امویان اشتباه و حال بازم میتونی انتخاب کنی. شماره 13 را انتخاب. شماره 13؟ میبینیم 13 را؟ که پول داره یا پول نداره؟ یکم کنی کمترین پول. انتخاب بعدی شان هست. شماره 12. شماره 12 انتخاب بعدی شان هست. میبینیم 12 را. ۱۲۵,۰۰۰ افغانی پول زیاد. از پولای زیادتون فقط ۲۲۵,۰۰۰ مانده. سه میله با پولتان مانده. شماره 27. شماره 27. 27 تا میبینیم. بسیار. حالا بیا به جای تشریف بیار بشیر و حبیب از دو میله یکش انتخاب کن. پول با دوزینه. از جیم. جیم هم اشتباه بود، الف هم اشتباه بود، فقط ماد عباسیان یا ساسانیان. از بی و دال یکشن بگوییم. جیم انتخاب میکنه. جیم؟ بله. جیم هست شده. جیم هست. دال هست. دال. بی یا دال، عباسیان یا ساسانیان؟ دال انتخاب کنه. سامانیان با کمک کدام انتخاب باشه خودت بکن میلارا من انتخاب کنم. دال انتخاب میکنه. یعنی ساسانیان؟ بله. درست است؟ قبول. انتخاب؟ انتخاب. میگن ساسانیان. ساسانیان انتخاب شد. حالا از یک میلای که مانده یکش انتخاب کنید، هر دویتون برید به سراغ میله ها، یکیش انتخاب کنید. میله طلایی میشه، مربوط شما میشه و میله، و اگر هست نمیشونید، اگر خود میداشت برنده میبودین در صورت جوابتان درست باشه. خب کدام میله کمی زودتر انتخاب کنید؟ 22. 22 بوم طلایی میشه و با استثنای این میله دیگه میله ها تمامش از اینجا دور میشه. 22 طلایی شد. میبینیم او دیگه مربوط شما هست. حالا این تالیتان است که پول داره یا پول نداره. میله شماره 22 طلایی شد. حالا دیگه میله ها دور میشه با غیر از میله شماره 22 بوم. و گزینه ای هم که شما انتخاب کردین دال، ساسانیان را انتخاب کردین. حدس بزنین برای من بگوین که در 22 از این سه پوله که مانده کدامش است؟ حتما 250 افغانی است. حتما میگن 250 افغانی است. نیست 250 افغانی. و حال خودت بگو حبیب. 225,000 است. میگن که 225,000 است. بله 225,000 است. میله 22 225,000 بود. و ببینیم که دال درست است یا خیر. میبینیم؟ باز غلط باشه. باز غلط باشه. دال درست است یا خیر؟ دال. اشتباه اشتباه اشتباه. و اگر همه تو پیش می رفتین پول بیو بود میلتان، اما عباسیان جواب درست است و شما باز اشتباه می کردین. بیاین بجایتان دوباره و خیلی برنامه خوبی داشتم با شما. امیدوار هستم که سوالایی که بود شما هم چیزایی که نمی دانستین حالا دیگه برای شما براتون بگویم که می تونه براتون کمک کنه. این سوالات در ذهنتون همیشه باشه. اما چانستون خوب بود بخاطر که در انتخاب میلایتون شما اگه برنده می شدین 225,000 که چقدر پول زیاد بود مربوط شما می بود. اما بازم اگر چانست اگه همه تو پیش می رفتین اشتباهی بود و باز هیچ دیگه برنده نمی شدین، باز با بار دوم حذف می شدین. حذف شدین یا شد دیگه؟ شد دیگه. گفتنی های اخیرتان را میشنویم. پیامتان چی هست برای جوانایی که با مثل شما دیگه هنوز کوشش نکردن، بعضی که مکتب خلاص شد و درس بخونن، پیامتان را میشه بشنویم؟ پیام مهمی هست که تحصیلات خود ادامه بدن. اشخاصی که علاقمند دارن استعدادشون رشد بکنه در این برنامه حتما اشتراک بکنن. حتما اشتراک کنن. شما پیامتون چی هست حبیب جان؟ پیام من همی هست که دوتان مرسول سرتاسری بیایم و جوان ها کوشش کنن که درس بخونن، چون آینده سازان این وطن هستن. پس خودت امسال دیگه حتما امتحان کنکور سپری میکنی؟ 100%. 100%؟ بله. خدا کنه که دت. باز انتخاب دوم چی هست؟ انتخاب دوم انجینری. چقدر خوب انتخابایی داری که باید نمره خیلی زیادی رو دست بیاری که تا کامیاب شوی. نه خودت خود امسال نه دیگه. نه هیچ سوال نکنم که چرا؟ هیچ سوال نکنم که باز نگوی خود دلم نگاله بیخ کلکاری داری؟ خب
خب واسه نشوخی کردم، خدا کنه که براتون خوش گذشته باشه. هدف ما فقط این است که چون برنامه هفت‌گنج کاملا یک برنامه تعلیمی و تفریحی است، دوست داریم در کنارزی که سوالا را داشته باشیم چند لحظه هم اوقات خوب و خوش با بیننده ها داشته باشیم. و بر هر دوی تان آرزوی موفقیت میکنم ان شاء الله که حبیب جان در طب یا در انجینری کامیاب شه و خودتام نمیفهم که چی پلان داری، در پلانای خوب و مثبتت کامیاب بشی. درست است؟ سپاس از شما. خب تشکری میکنم از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفت گنج را تمویل کردن. آشنا موبایل قابل دسترس در 34 ولایت افغانستان با خدمات پس از فروش و دارای یک سال وارنتی میباشد. آشنای شما، دوست شما. و همچنان شما عزیزای دلی که تا حال با ما همراه بودین، خیلی خوشحال هستم که شما همیشه بیننده خاص دوست داشتنی هفت گنج میباشین. میفهمم که همیشه منتظر برنامه‌های هفت گنج میباشین و شما هم میتونین اشتراک کنین. مثل همیشه شماره تماس ما در خدمت شما هست، شما زنگ بزنید ما حتما شما را دعوت میکنیم که 0782202500 پل ارتباطی میان ما و شما هست. اینجا که آمدید دقت داشته باشین به سوالا بر انتخاب میله هایتان و کوشش کنین که حتما درس بخونین. کسایی که از مکتب فارغ شدین و تا حال تصمیم نگرفتین که تحصیلاتتان را ادامه بدین، کوشش کنین یک برنامه‌ریزی منظم داشته باشین تا اینکه شما حتما درس بخونین. و اگر میخواین باعث افتخار خانواده تان، بالخصوص باعث افتخار کشور از ما افغانستان باشین، حتما و حتما درس بخونین. امیدوار هستم عزیزای دلی که امسال امتحان کنکور را در پیش رو دارن حتما برای شاه دلخواهتان کامیاب و کامیاب شوین. و همچنان ناگفته نباید بگذارم که مثل همیشه هم میگم علم و دانش شما شما را میتونه به بزرگترین جای برسونه. باید دیگه کم کم خداحافظی کنم و شما را به خداوند مهربان میسپارم. یک تشویق با افتخارش را کنن دای عزیز ما، خدا نگهدارتان باشه. خب باید خداحافظی کنم، مثل همیشه دوستتان دارم، در پناه خداوند مهربان باشین و امیدوار هستم که هیچگاه شکست نخورین و ایره بفهمین توپ هر قدر محکم به زمین بخوره همون قدر بلند به ارتفاعی بلند میره. پس این محکم زمین خوردن هاست که انسان میتونه موفق داشته باشه. باید خیلی زیاد ایره برتان بگویم که موفقیت فقط بر کسایی میاید که همیشه و همیشه و همیشه درس میخوانن. هفت گنج هم همه تو یک برنامه است و شما کمک میکنن. بیننده همیشگی برنامه هفت گنج باشین. تا فرصتی سلامی، دوباره شب دیگر هفت گنج دیگر شما رو به خداوند مهربان بسپارم. خداوند یار و مددگارتان باشه. این برنامه از طرف فامید نوکیه است. آشنا زی ون ایر برای شما تقدیم گردید.